عنوان بحث ما هزار و یک گام موفقیت از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیه السلام هست بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله که ایمان را هدیه داد سلام علی موسی و هارون این گام ایمان و موفقیت رو مورد بحث قرار میدیم که در سوره مبارکه آل امران آیه 28 ذکر شده زیباترین کلام کلام خداست که میفرماید لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل فلیس من الله <ترجمه> فی شَيْءٍ الا ان تتقوا منهم تقا و اللَّهُ الله نفسه و الى الله المصیر ترجمه این آیه شریفه بسیار مهم است افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند این یک دستور الهی است و هر کس چنین کند هیچ رابطه ای با خداوند ندارد و پیوندش با پروردگار به کلی گسسته خواهد شد مگر اینکه از دشمن پرهیز کنید و به خاطر هدفهای مهمتر مراقبت کنید خدا شما را از نافرمانی خودش بر حذر می‌دارد و بازگشت شما به سوی خداست اما شرحی که برای این آیه شریفه و این گام از موفقیت تقدیمتون می کنم اینه که این آیه یک درس مهم سیاسی اجتماعی به مسلمانها ها میده که بیگانگان رو به عنوان دوست و حامی و یار و یاور خودتون به عنوان همیشگی حتی به عنوان لحظه ای هرگز نپذیرید سپس به عنوان یک استثناء از این قانون کلی میفرماید مگر اینکه از آنها بپرهیزید و پروا کنید و هشدار به مسلمانها ها داده میفرماید خدا شما را از نافرمانی خودش بر حذر می‌دارد و بازگشت همه شما به سوی خداست دو جمله مطرح شده فوق بر مسئله تحریم دوستی با دشمنان خدا تأکید میکنه از یک سو از مجازات و خشم و غضب خدا دستور میده که بپرهیزید و از سوی دیگر میفرماید اگر مخالفت کنید بدانید بازگشت همه شما به سوی پروردگار عالمیانه و نتیجه اعمال خودتون رو خواهید گرفت عزیزان آیات بسیار زیادی در قرآن وجود داره که ما را از اینکه که ارتباطها و برخوردهایی با دشمنان اسلام داشته باشیم منع می کند در سوره مبارکه بقره آیه 165 سوره آل امران آیه 64 سوره مبارکه نسا آیه 119 سوره مبارکه توبه آیه 98 و 99 سوره مبارکه مریم آیات 35 و 92 سوره مبارکه فرقان آیه 57 و سوره زمر آیه 4 تماما با این موضوع بسیار مهم ارتباط دارند که خدا دستور میده به غیر از آنها که مؤمنند با کسی ارتباط برقرار نکنید در کلماتی مثل تتخذو و مانند او نیز توجه بسیار داشته باشید اما موضوعاتی که به این بحث ارزشمند ما رو میتونن راهنمایی کنند و در کنار موفقیت ما اونها هم برای ما میتونه دستمایه های خوبی باشه ایمان و جایگاه مهم مؤمنانه دشمن شناسی و دین روابط اجتماعی و جامعه شناسی است گزینش نیرو و مسئولیت دهی مدیریت و سمتهایی که مدیر در اختیار زیر دستان خودش قرار میده مسئله توجه به سوء استفاده هاست که اگر دقت نکنیم چه بسا آسیبه بزرگ میبینیم اما در کلامی حکیمانه از مولا امیر علیه السلام در خطبه 106 نهج البلاغه صفحه 198 ما چنین میبینیم که میفرماید اما امروز جایگاهتون رو به ستمگران واگذار کردید و زمام امورتان را به دست بیگانگان دادید و امور الهی را به آنها تسلیم کردید نشون میده کاری که خودتون باید انجام میدادید در اختیار غیر قرار دادید به جای اینکه خود شما بر خود شما حکومت کنه اجازه دادید غیر مسلمان ها بر شما مسلط بشن و اینطور زندگی جامعه رو به تباهی بکشن اما پیامهایی که این گام ارزشمند از مدیریت برای رسیدن به موفقیت واقعی داره. اول اینه که میفرمایند مدیری که به دنبال موفقیته باید به تمام افراد تحت امر خودش توجه داشته باشه. هم به سطوح بالای مدیریت و هم به عموم کارمندانی که در دسترس او قرار می گیرند و با آنها کار میکنه. تمام کارکنان باید این مسئله برایشون روشن بشه که برای مدیر از یه جایگاه ارزشمند و مهم برخوردارن نقششون تعیین کننده در مجموعه تحت امر مدیر خودشون هست این اهمیت را باید آنقدر به خوبی احساس کنند که باورشون بیاد در موفقیت شما نقش اصلی رو دارند ایفا می نتیجه ای که می خواهم از این بحث گرانبها به دست بیاد و گرفته بشود این نتیجه قابل توجهیه چرا که بیگانگان در صدد و به دنبال این هستند که به هر شکل ممکن ما را با زیر دستانمون ارتباطمون رو قطع کنند وقتی شما به صورت یک مدیر قرار می گیرید تمام کسانی که تحت امر شما دارن کار می کنن باید بتونند با شما ارتباط برقرار کنند و شما باید ارتباط با اونها داشته باشید بنابراین نتیجه می گیریم اگر می خواهید گامی بسیار بلند برای موفقیتی بردارید که چشمگیر باشه قابل توجه باشه مطمئن باشد به کارکنان تحت فرمان خودتون بها و اهمیت بدید فکر نکنید که خب اینها حقوق میگیرند و گرفتن حقوق برای اونها کافیه باید کار بکنند نه باید احساس بکنند که در کنار شما دارند به موفقیت شما کمک میکنند و نقش اونها نقش بسیار دقیق و اثرگذار و مفیدیه تا شما را احساس کنند و خودشون رو در موفقیت شما سهیم و شریک بدانند اون زمان مسلما بر راهی که شما میرید شما رو یاری خواهند داد البته همه ما باید بدانیم که این گام ها برای موفقیت است اما در اختیار چه کسانی باید قرار بگیره من این برنامه ارزشمند رو که از قرآن و کلام معصومین علیه مسلم بهره برداری شده تقدیم میکنم به اون عزیزان بزرگواری که رسیدن به موفقیت براشون از یک جایگاه بسیار بالا برخورداره و به دنبال گام هایی که بسیار مطمئن و محکم باشه و اونها رو به موفقیت واقعی برساند و علیکم و رحمت الله و برکاته